سلام خدمت دانش آموزان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه، سلامت و سر حال باشین. من مهدی عزیزی هستم. به کلاس ریاضی امروز من خیلی خیلی خوش اومدین، امیدوارم خیلی کلاس خوبی باشه در خدمت شما بچهای عزیز. 3-4 دقیقه ما تعامل کردیم، بعضی از بچهای خورده دیر به ما اضافه شدن، سب کردیم بچه‌ها باشن که مطلب رو از دست ندن. من توضیح بدم در مورد کلاس امروز که برنامه‌مون چیه. خیلی امروز باید تمرکزتون سر کلاس بالا باشه. دلیلش چیه؟ مبحث مثلثات که تو سال 11 حالا خیلی بچه‌ها رو اذیت می‌کنه و یه مدت طولانی طول می‌کشه تا مدرسه برای بچه‌ها مطلبو جا بندازن، ما می‌خوایم امروز تو همین تایمی که با هم دیگه داریم، حالا تایم کلاسمون 1 ساعت و نیم است، شاید داره 10 دقیقه رو من بخوایم بیشتر با هم تمرین کار بکنیم، می‌خوایم جمعش کنیم امروز. یعنی امروز می‌خوایم مثلثات سال 11 و تمام تیپ‌هایی که توی امتحانتون می‌تونه مطرح بشه به عنوان سوال، همه رو می‌خوایم کار بکنیم. کار بکنیم یه جوری که هیچ وقت یادت نره، حتی خود بتونی بقیه بری درس بدی. خب بریم شروع کنیم بحثمون رو. من خیلی نمیخوام صحبت اضافه انجام بدم چون دوست ندارم وقتتون تلف بشه. فقط شیشتون یه حواستون پیش من باشه موقع درس دادن، هیچی ننویسین بچه ها، فقط به درس گوش بدین و من قول میدم که کلاس تموم شد دیگه مثلثات اگر نقطه ضعفت بوده بشه نقطه قوتت، یعنی مطمئن باشه که توی امتحان سوال بهت بدن سوالشو حل می‌کنی. موقع درس دادن من چیزی نمی‌نویسین، به محض اینکه کلاس تموم شد همین جزوه خامی که الان من میخوام درس بدم این یه دونه فایل پی دی اف میشه، جزوه حل شده کلاس امروزم یه فایل پی دی اف دیگه میشه، رو همون پنلی که برای همتون ساخته شده قرار داده میشه توی گروه هاتون، همه براتون ارسال میشه. چیزی نیاز نداره بنویسین اذیت کنی خودتون و وقتتون رو تلف کن، فقط میتونه کاغذ زمه دستتون باشه اگه تمرین چیزی خواستین با هم مثلا بگم شما حل بکنی حل بکنی، وگرنه چیزی نیاز نیست بنویسین. این از این مطلب. مطلب بعدی هم این که ان شاءالله کلاس خیلی خوبی باشه، بریم به امید خدا ببینیم قضیه از چه قراره. بچه‌ها اولین مطلب توی مثلثات، خب من این بالا که حالا تعریف سینوس و تانژانت و کوسینوس رو نوشتم که سینوس میشه مقابل به وتر، کوسینوس میشه مجاور وتر، یه چیز بدیهیه. اولین جمله طلایی که امروز میخوام یاد بگیریم و یه چیزی میخوام یاد بگیری که تا آخر سال 12 تا کنکورم به دردت بخوره و خیلی کارتو تو سال 11 را بندازه، این دایره طلاییه که من میخوام بهت یاد بدم. نگاه کن اینجا رو، اینجا رو ببین، اگر این دایره رو یاد بگیرین نصف کارتون تو مثلثات افتاده جلو. خیلی مهمه. نگاه کنیم بچه‌ها اینجا رو. من از یه زاویه‌ای میخوام به این مثلثات نگاه کنم که برای جذاب جذاب بشه. دقت کن. خب. بچه‌ها دایره مثلثاتی 4 تا مرز داره. اینا رو یاد بگیر ببین چطور مثلثاتی آزمون کلش رو متوجه میشی. دایره مثلثاتی 4 تا نقطه مرزی داره. بچه‌ها به اینجاها میگیم مرز دایره. این نقاط نقاط مرزی دایره. خب حالا هر کس ازت پرسید نقاط مرزی دایره، نقاط مرزی دایره، بچه‌ها اگه کسی میخواد فقط جزوه رو ببینه میتونه روی نمانش رو میتونه فقط جزوه رو ببینن دیگه. بله بله. حالا اگر کسی خواست فقط جزوه رو ببینه میتونه بزنه صفحه، تمام صفحه جزوه میشه میبینه. بچه ها نقاط مرزی دایره این 4 تا یعنی که بهتون نشون دارم. نکته طلایی اینه، اونی که سمت راسته، اونی که سمت راسته دایره است با اونی که سمت چپ دایره است مضارب پیان. بچه ها سمت راستی های دایره زوج پیان، سمت چپی های دایره فرد پیان. بچه ها میگم زوج پی یعنی 0 پی، 2 پی، 4 پی، 6 پی، اینا سمت راست دایرن. فرد پی مثل 1 دونه پی، مثل 3 تا پی، مثل 5 تا پی، مضارب زوج پی سمت راستن، مضارب فرد پی سمت چپن. نکته دوم، میدونی کیا بالا و پایین دایره؟ خیلی این جمله مهمه. بچه بالا و پایین دایره کیا؟ منظورم اینا، منظورم اینجاست، بالا و پایین دایره. بچه جمله فوق العاده مهم، اونایی که بالای دایره قرار دارن بچه زوج و نیم پیان، اونایی که پایین دایره قرار دارن فرد و نیم پیان.
آقا یعنی چی زوجون اینا رو یاد بگیری تو کل سال 11 به درت میخوره؟ مثالایی که تو الان برات سخت بودن من با اینا برات تعلیم میکنم. بچه‌ها میدونی یعنی چی زوجون این پی؟ مثلا بچه‌ها به شما میگن 9 پی دوم کجای دایره است؟ خب بچه‌ها 9 تقسیم بر 2 میشه 4.5. خب بچه‌ها 4 عدد زوجه، زوج و نیم پی، پس بچه‌ها میشه بالای دایره. ولی مثلا اگر یه نفر برگشت بهت گفت 15 پی دوم کجای دایره است؟ 15 تقسیم بر 2 میشه 7.5. شد فرد، 7 عدد فرد، فرد و نیم، زوج و نیم بالای دایره، فرد و نیم پایین دایره. منظورمو گرفتی؟ منظورمو گرفتی؟ بله. خب الان سریع اینو جواب بده بهم. بچه ها اوکیه؟ الان صدا و تصویر منو دارین؟ تخترم دارین دیگه؟ بله. تخترم چه دارید؟ بله مرسی، خوبه، مرسی، خوبه. خب بچه ها منو یاد کن. بعضی ها میگن نه مهندس جان اختبار سمت استرالی باشه، یه بار اجازه بدید ما یه رفرش بکنیم تخته رو. خب خب بچه ها یه لحظه اجازه بدین یه بار رفرش کنن تخته رو ببینیم، برای بعضیاتون نشون نمیده، ببینیم نشون میده. اوکیه بچه ها، تخته هم دارین؟ بله بچه ها، صدا تصویر تخته، اوکی؟ صدا تصویر تخته، اوکی؟ مرسی. پس بچه ها من رو یاد کنیم، زوجا سمت راست، فردا سمت چپ، زوج و نیم بالا، فرد و نیم پایین. خب به من بگو اینی که میگم کجاست، اینی که من بهت میگم کجاست. 20 قشنگ گوش کن، 27 پی دوم کجاست؟ 27 پی دوم کجاست؟ آهان آفرین، 27 تقسیم بر 2 میشه 13.5. 13.5 13 یه عدد فرده، میشه فرد و نیم، میشه پایین دایره. ایول. خب حالا که بالا پایین یاد گرفتی بریم قسمت بعدی. بچه ها اینجا رو نگاه کنید، خیلی حرفا مهمه، اینجا رو نگاه کن، اینجا رو. بچه ها یه سوال دیدید، مثلا به شما میگن کدوم زاویه سینوسش یه دومه؟ به دانش آموزا میگی کدوم زاویه سینوسش یه دومه؟ میگن 30 درجه. بعد میگن دیگه چه زاویه‌ای سینوسشون یه دومه؟ مشکل پیدا میکنن. خب یه چیزی بگم تا آخر سال 12 هم دیگه یادت بمونه، اینجا رو نگاه کن کامل، حواست پیش من، اینجا رو ببین بچه ها، پی ششم قشنگ گوش بده، پی ششم همون 30 درجه است، پی چهارم همون 45 درجه است، پی سوم همون 60 درجه است. شما دانش آموز پیدا کنی آی کیوش در حد چی بگم جلبکم باشه، اینو میدونه که 30 درجه 45 درجه 60 درجه رو اوله، عدداش معلومه، مثلا سینوس این یه دوم، تانژانت اون یکی. حالا چه جذاب بهت بگم، حواس کامل پیش من. بچه‌ها 30 درجه تو ربع اوله، همون 30 درجه تو ربع دوم، یعنی اینو میبینید 30 درجه است، عین همین تو ربع دوم بچه‌ها دیگه اسمش نمیشه پی ششم، اسمش میشه 5 پی ششم. همون بچه ها تو رو به سوم اسمش میشه 7 پی ششم. اینا بگم از کجا آمدن؟ جمله منو گوش کن، به دردمون میخوره الان. اینا چه بچه ها؟ رو به اولن. اینایی که توی رو به دومن عدد صورت، عدد صورت از عدد مخرج یکی کمتره. میبینی؟ 2 از 3 یه دونه کمتره، 3 از 4 یه دونه کمتره، 5 از 6. ولی بچه ها اینایی که توی ربع سوم قرار دارن عدد صورتشون از عدد مخرج یه دونه بیشتره، عدد صورت از عدد مخرج یه دونه بیشتره. پس سوال منو جواب بده، سوال من بچه، این زاویه که میگم تو کدوم ناحیه است؟ اینی که من میگم تو کدوم ناحیه است؟ 4 پی پنجم. یه بار دیگه، 4 پی پنجم. ربع چندمه؟
ربع چندمه؟ آفرین. این یکی رو بگو ربع چندمه. این یکی ده پی نهم. ده پی نهم ربع چندمه؟ سوم. ماشاءالله. حالا اینا رو گفتی، ببین شاید اینا الان بریم جلو باور نکنی کجاها به دردت میخوره، یعنی یه جاهایی من از اینا استفاده میکنم باورت نمیشه. حالا اینجا رو نگاه کن، اینا رو یاد گرفتی کامل؟ بله آقای عزیزی. اینایی هم که تو ربع چهارمن، اینایی که تو ربع چهارمن بچه ها، اینجا بچه ها دیدی اینجا دو پیه؟ میگیم بله. اینایی که ربع چهارمن هنوز به دو پی نرسیدن، یعنی هنوز ضریبشون دو نشده. میبینی بچه ها اگه 6 تقسیم بر 3 بود 2 میشه، 6 نیست 5ه، 8 تقسیم بر 4 2 میشد، این 8 نیست 7ه. یعنی اونایی که ربع چهارمن بچه ها ضریب صورت به مخرج 2 نمیشه، یه دونه قبلیشه. مثلا اگر مخرج باشه 10 اینجا پی باشه، اگر اینجا 20 باشه میشه خود 2 پی، میشه اینجا 20 نیست 19ه. یعنی اگر این عدد صورت دو برابر مخرج نبود، یه دونه عقب‌تر بود میشه ربع چهارم. اینم اوکیه؟ اینم اوکیه؟ بله. بودو بینم. بودو بودو بودو. خب یه چیزی رو بگو، میخوام بریم سراغ تمرینامو. نگاه کن اینجا رو. یه مطلب میگم بریم سراغ تمرینامو. سریع بهم بگو. ربع چندمه؟ هیچ ضریبی نداره. ربع چندمه؟ بودو منتظرم. سریع؟ سریع سریع. خب مرسی. ربع چندمه؟ روبه چندمه؟ بودو بودو یه دونه کمتره. مرسی. حالا بگو روبه چندمه؟ سری بودو. آفرین. حالا بگو روبه چندمه؟ 13 پی هفتم منتظرم. آفرین. دمت گرم. حالا اینا رو یاد گرفتی؟ انقدر اون سوالاش قشنگ حل میشه، انقدر خوب حل میشه. خب اینا رو یاد گرفتی، آفرین. حالا مطلب بعدی بچه ها اینجا رو نیا کنید، همه اینجا رو ببینید بچه ها. توی ربع اول سینوس، کوسینوس، تانژانت، کوتانژانت همه مثبتن، همه مثبتن. تو ربع دوم فقط سینوس مثبته، تو ربع سوم تانژانت مثبته. هر جا تانژانت مثبته کوتانژانت هم مثبته، توی ربع چهارم هم کوسینوس مثبته. پس ربع اول همه مثبتن، ربع دوم سینوس مثبته بقیه منفی، ربع سوم تانژانت مثبته و در نتیجه کوتانژانت، ربع چهارم کوسینوس مثبته. این کلمه هستک تو ذهنت باشه، اینو خیلی ها بلدن. ربع اول همه مثبتن، ربع دوم سینوس، ربع سوم تانژانت و در نتیجه کوتانژانت، ربع چهارم کوسینوس. حالا خیلی بچه ها نمیدونن کاربرد این چیه، یه چیز جذاب بهت یاد بدم کیف کنی برای همیشه مشکلت حل شه. آقا چی؟ بچه ها اگر یه نفر برگشت به تو گفت کدوم زاویه سینوسش میشه یه دوم، سوال منو جواب بدید. معروف ترین زاویه که سینوسش یه دومه کدوم زاویه است؟ سریع بهم بگو. سینوس یه دوم. بدو 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 بدو. سینوس بشه یه دوم 30 درجه. مرسی. اینجا رو نگاه کن. معروف ترین زاویه که سینوسش یه دومه میشه 30 درجه. 30 درجه یعنی پی ششم. ببین چی میخوام بهت یاد بدم، 30 درجه میشه پی ششم. حالا من بگو پی ششم تو ربع دوم اسمش چی بود؟ بده ببینم. پی ششم تو ربع دوم اسمش چی بود؟ چند پی ششم؟ تو ربع دوم چند پی ششم؟ مرسی، 5 پی ششم. تو ربع سوم اسمش چی بود؟ ربع سوم، ربع سوم بدو 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 ربع سوم. مرسی. مرسی. تو ربع چهارم اسمش چی بود؟ تو ربع چهارم 11. دمت گرم. آفرین، 11. حالا اینی که بهت یاد میدم یادگاری داشته باشه. آقا چی؟ اگر یه نفر برگشت بهت گفت کدوم زاویه سینوسش یه دومه، میگی پی ششم و هم خانواده‌اش. پی ششم، 5 پی ششم، 7 پی ششم، 11 پی ششم، کوفت پی ششم، در پی ششم، همه اینا. فقط یه نکته جذابی. بچه‌ها سوال، این یه دومی که اینجا نوشته مثبت یا منفی؟ بود ببینم. مثبت یا منفی؟ بودو 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 مثبت. بچه ها طبق کلمه هستک سینوس کجا مثبت بود؟ طبق کلمه هستک سینوس کجا مثبت بود؟ ربع چندم و چندم؟ ربع اول و دوم. پس بچه ها اون زاویه ای که سینوسش یه دومه اولی و دومیه فقط، پی ششم و پنج پی ششم. اون دوتای دیگه منفیه یه دوم سینوسشون. اون دوتای دیگه یکان دهکانش چقدر خوب بود آقای خانقا. بچه ها پس
پس منو نگاه کن، گرفتی منظورمو؟ یعنی اولی یا دومی چون ربع اول و دوم سینوسشون مثبت یه دومه، اون دو تایی دیگه منفی یک دومه. حالا اینو نگاه کن، اگر یه نفر برگشت به شما گفت مثلا گفت کوسینوس شده منفی رادیکال دو دوم، بچه ها چه زاویه کوسینوسش رادیکال دو دومه؟ منتظرم منفی رو ول کن، چه زاویه کوسینوسش رادیکال دو دومه؟ 45 درجه، مرسی. یعنی پی چهارم. اینجا می نویسیم پی چهارم. بچه ها پی چهارم هم خانواده هاش جیان، ربع اول پی چهارم، ربع دوم سه پی چهارم، ربع سوم پنج پی چهارم، بعدی هم بود هفت پی چهارم. حالا سوال، ما میخوایم منفی باشه، بچه ها طبق کلمه هستک کجا کوسینوس منفیه؟ خب ربع اول که همه مثبتن، هیچ. ربع دوم سینوس مثبته، پس بقیه منفیان، پس یه دونه دومی درسته. ربع سوم تانژان کوتانژان مثبتن، پس سینوس کوسینوس منفیان، یه دونم سومی درسته. یعنی الان کوسینوس بخواد منفی رادیکال دو دوم بشه، این دوتا میشن پی سه پی چهارم پنج پی چهارم. قشنگ یاد گرفتی الان، هیچ وقت دیگه اینا رو اشتباه نمیکنی. اوکی اوکیه؟ یه اوکی بهم بده بودو میرم. حل آباری کلا، دمتون گرم. خب حالا الان جلو تبرسی میبینی اینا چقدر تو درس 11 به دردمون میخوره، ماشاءالله بهت. پس بچه ها طبق هستک ربع اول همه مثبتن، ربع دوم فقط سینوس مثبته، ربع سوم تانژانت و در نتیجه کوتانژان مثبته، ربع چهارم کوسینوس فقط مثبته. چون میخوایم اینجا سینوس منفی باشه، یعنی کوسینوس، کوسینوس یه دونه اینجا منفیه چون فقط سینوس مثبته، یه دونه اینجا منفیه چون تانژان مثبته، پس دومی و سومی قبولن، دومی و سومی قبولن. خب بچه ها ما اصلا دایره نمیکشیم دیگه، دایره رو ول میکنیم، ما اصلا دیگه با دایره کاری نداریم، دایره رو ولش کن، دایره رو ولش کن. چه زاویه ای سین منو نگاه، چه زاویه ای سینوسش یه دومه؟ میگیم پی ششم و کوف پی ششم، پی ششم پنج پی ششم هفت پی ششم یازده پی ششم همه اینا. حالا یه دوم اگه مثبت بود، سینوس رو به اول و دوم مثبته، اولی و دومی رو میگیم. اگر منفی بود یه دوممون، یعنی گفته بود منفی یه دوم، خب جاهایی که سینوس منفی رو اعلام میکنیم. آباری کلا. خب بچه ها بیاییم اینجا، لطفا نگاه کنید، بیاییم این جلو اول. خب بچه ها شروع میکنیم، اولین درس سال 11 هم شروع شد، اولین درس سال 11 هم شروع شد. حواس میشم میخوام اینایی که تا الان گفتم و هم استفاده کنم. اولین چیزی که سال 11 باید شما همتون بلد باشین بچه ها، نسبت های دو زاویه ایه. پر نگاه، نسبت های دو زاویه ای. بفرمایید آقا نسبت های دو زاویه ای چیه؟ بعضی موقع سینوس میدن، کوسینوس میدن، تانژانت میدن، کوتانژانت میدن، جلوش داخل پرانتز دو تا زاویه داره، جلوش داخل پرانتز دو تا زاویه داره. بچه ها مثل این نگاه کنه اینا، بچه ها تانژان جلوش دو تا زاویه داریم، الان سینوس جلوش دو تا زاویه داره، این یکی رو نگاه کن، الان اینا همشون جلوشون دو تا زاویه داره. نکته مهم، هر موقع سینوس دیدی، کوسینوس دیدی، تانژان دیدی، کوتانژان دیدی، جلوشون داخل پرانتز دو تا زاویه وجود داشت، با سه حرکت میتونی سادهش کنی. آقا این سه حرکت رو برامون توضیح بدین. چشم، توضیح میدم، حواست بشن، حواس بشن بچه ها، میخوام اینو حلش کنم، حواس کامل اینجا، میخوام اینو با عمل کنم. سینوس پی به اضافه آلفا، یکی دیگه کوسینوس سه پی دوم مثلا به اضافه آلفا، شیشتونگ عواصا بیشانم. هر موقع جمله رو گوش کن، هر موقع سینوس، کوسینوس، تانژانت، کوتانژانت جلوشون داخل پرانتز دو تا زاویه دیدیم، با سه حرکت سادهش میکنیم. حرکت اول، میای میری عبارت داخل پرانتز لوکیشنش رو پیدا میکنی، عبارت داخل پرانتز و لوکیشنش رو پیدا میکنی. آقا یعنی چی لوکیشنش رو پیدا میکنیم؟ الان من برات توضیح میدم. خب بچه ها شما همه اینو بلدید، اینا همه تو اینو بلدید. بچه ها به من بگید عدد پی تو دایره کجا بود؟ راست، چپ، بالا، پایین. ضریبش یکه، ضریبش عدد فرده، راست، چپ، بالا، پایین.
آفرین، راست زوجا بودن، چپ فردا. پس بچه ها عدد پینج است. عدد پینج است. بچه ها وقتی به اضافه یه چیزی بشه یعنی یه خورده میره جلو. خب بچه ها به من بگید زاویه پی یه خورده بره جلو لوکیشنش تو کدوم ناحیه میفته؟ مرسی رو به سم. خب بچه ها اولی حرکت رو انجام دادیم. حالا میگین من رو نگاه کن، میگین سینوس تو روب سوم، بچه ها طبق کلمه هستک من بگی سینوس تو روب سوم منفیه یا مثبت؟ ماشاءالله منفی. اینجا منفی میذاریم. حرکت اول تموم، بریم حرکت دوم. حرکت دوم بچه ها به من بگید بین پی و آلفا کدوماشون جز اون چهار تا نقطه مرز دایرن؟ اینجا ها مرز دایره بودین ها، کدوماشون جز مرز دایرن؟ پی. به من بگو زاویه پی که جزء مرز دایره است جزء مرزهای افقی دایره است یا جزء مرزهای عمودی دایره است؟ افقی یا عمودی؟ آفرین، اینا افقی هن؟ اینا عمودی هن؟ خب بچه ها مرز افقیه. نکته فوق‌العاده جالب، پس پی جزء مرزهای افقیه. نکته فوق‌العاده مهم، مرزتون رو حذف میکنید. قشنگ گوش کن، مرزتون رو حذف میکنید. اگر افقی بود هیچ کاری انجام نمیدید، فقط هرچی مونده رو مینویسید. ولی اگر عمودی بود نسبتتون عوض میشه. آقا یعنی چی؟ نگاه کن اینجا رو. بچه ها سری جواب این سوال منو بدین اول. سری جواب این سوال منو بده. سوال به من بگو سه پی دوم که همون یک و نیم پی میشه، یک هم عدد فرده. بچه ها فرد و نیم پیه، بالا پایین راست چپ کجای دایره است؟ کجای دایره است؟ آفرین پایین. بچه ها اینجاست، به اضافه یه آلفا بشه یه خورده میره جلو. لوکیشن بگو رو به چندم؟ لوکیشن بگو رو به چندم؟ رو به چهار. خب حرکت اول، حرکت اول میگیم کوسینوس تو رو به چهارم طبق کلمه هستک مثبته. حرکت اول انجام شد. حرکت دوم، بچه ها سپی دوم مرزمونه اینجاست. قبول داری جزء مرزهای عمودی به حساب میاد؟ بله. پس اگر حذفش کنید نسبتتون عوض میشه. یعنی حذفش میکنیم ولی به جای کوسینوس آلفا میگیم سینوس آلفا. بچه ها کل درس نسبت های دو زاویه‌ای به این صورته. حالا میخوای قشنگ سوالاشو یاد بگیری تو امتحان چطوری میاد؟ نگاه کن سوالا رو، ببینیم ما نکاتشو برات نوشتم اینجا. بیا اینجا ببینم. بچه‌ها سواله ببینیم. گفته تانژانت پی به علاوه آلفا مثبته. شیشتون یواز پیشم. لوکیشن بده ببینم. بریم اول سراغ این. اول بریم سراغ این. دایره مثلثاتی اون میکشم. این دایره مثلثاتی. بچه‌ها پی جزء مرزه. به من بگید پی کجاست؟ راست چپ بالا پایین. راست چپ بالا پایین. مرسی چپ. به اضافه یا آلفا بشه یعنی یه خورده بره جلو. لوکیشن میشه روب سوم. بچه ها طبق کلمه یه هستک روب سوم تانژانت مثبته. پس این شد مثبت. بچه ها مرزمون پیه، این مرزمونه، حذفش میکنیم. به من بگین زاویه پی جزء مرزهای افقیه یا عمودی؟ افقی. پس اگر حذف بشه فقط خود تانژان با خود آلفا میمونه. تمام. حالا بریم بغلش. بچه ها سپی دوم این پایین دایره است. منهای آلفا بشه یه خورده برمیگرده عقب. بچه ها لوکیشنش بازم میشه روبه سوم. سینوس تو روبه سوم بچه ها منفیه، چون روبه سوم تانژان کوتانژان مثبتن. سینوس روبه سوم منفیه. خب بچه ها مرزمون سپی دومه، حذفش میکنیم. سپی دوم جز مرزهای عمودیه، پس بچه ها نسبت عوض میشه. یعنی به جای سینوس آلفا میگیم کوسینوس آلفا. اینم از این. آقای عزیزی سوال، به اون منفی مثبت وسط پرانتز دیگه کاری نداریم؟ نه، اون علامت منفی مثبت وسط پرانتز فقط برای اینه که لوکیشنش رو تعیین کنیم، به درد ما دیگه نمیخوره. خب بچه ها سوال دارم ازتون. قبول دارید بچه ها اینجا کوسینوس منفی شده؟ منفی قبول دارید یعنی خود کوسینوس مثبت بوده، انگار طرف اینو در یه منفی ضرب کردم؟ اینو قبول دارین؟ بله. خب حالا سوال منو جواب بدین، تو کدوم ناحیه بچه ها، تو کدوم ناحیه
تانژانت مثبته، کوسینوس هم مثبته طبق هستک. تو کدوم ناحیه هم تانژانت هم کوسینوس جفتشون مثبتن؟ ماشاءالله ماشاءالله. ناحیه اول، ناحیه اول. بریم یکی دیگه نگاه کن، یکی دیگه، یکی دیگه. سواله ببین، گفته حاصل این عبارت رو پیدا کن. حواس میشنم، قشنگ حواس میشنم. شروع میکنم بچه ها، بریم اولی لوکیشن. بریم یه دایره بر خودمون میکشیم، یه دایره بر خودمون میکشیم. اینجا رو نگاه کن بچه ها، سوال من رو جواب بدیم. لوکیشن اینو بریم ببینیم چی میشه. لوکیشن اینو بچه ها امروز یاد گرفتیم. 7π2، 7π2 میشه 3.5. 3.5π بچه ها، 3 عدد فرده، فرد و نیم. کجای بالا پایین چپ راست؟ بالا پایین چپ راست. مرسی، پایین، آفرین. بچه ها پایین دایره است، پایین دایره است. خب به اضافه تتا بشه یه خورده میره جلو. لوکیشن شد روبه 4. میگه بچه ها سینوس تو روبه 4 منفیه، سینوس تو روبه 4 منفیه. حالا بچه ها مرزمون رو حذف میکنیم و چون مرزمون عمودیه بچه ها، اینجاست عمودیه، نسبت عوض میشه، سینوس آلفا میشه کوسینوس. بریم بغلیش. یه جمله طلایی بهت بگم، جمله طلایی. هیچ وقت نباید مرزتون منفی باشه، هیچ وقت نباید مرز منفی باشه. نگاه کن، مرز باید همیشه مثبت باشه. اینها مرز باید مثبت باشه. اگر دیدی مرزت منفیه، اگر دیدی مرزت منفیه، آقا چی کار کنیم؟ اگر دیدی مرز منفیه جاشونو عوض کن، جاشونو عوض کن. بچه دیدید پنج منهای 4 مثبته ولی 4 منهای 5 منفیه؟ بله. اگر جاشونو عوض کنی زاویه قرینه میشه. نکته طلایی، بین همه نسبت‌های مثلثاتی کوسینوس منفی خوره. یعنی چی کوسینوس منفی خوره؟ یعنی کوسینوس داخل پرانتزش جاشم عوض بشه انگار نه انگار. یعنی بچه ها اگر دیدید پشت مرزتون منفی دارید جاهاشو عوض کنید. توی کوسینوس هیچ کار دیگه انجام ندید، فقط جاشو عوض کنید. ولی اگر چیز دیگه ای به جز کوسینوس بود، اگر جاشو عوض کردید حتما باید اون عبارتتون رو یه منفی براش ضرب کنید. فقط کوسینوسه که اصلا انگار نه انگاره. سینوس، تانژانت، کوتانژانت، اگر دیدی مرز منفیه جاشو عوض میکنی یه منفی میذاری پشتش. اوکیه؟ اوکیه؟ بله بله آره. خب بیا اینجا ببینم، منو نگاه کن، حواست پیشم. بچه ها بریم دومی، حواسا اینجا لوکیشن. بچه ها سپی کجاست تو دایره؟ سپی فرده دیگه، اینجاست. گفتیم زوجا این برن، فردا این برن. اینایی که رو خط ایکسان میشه افقی، اونایی که رو محور گرگان میشه عمودی دیگه. خب بچه ها سپی اینجاست. خب منهای تتا یعنی یه خورده برمیگرده عقب، لوکیشن میشه روبه دوم. بچه ها کوسینوس تو روبه دوم منفیه. حالا مرزمون حذف میشه و چون مرزمون افقیه، اینها به اینجا میگیم افقی، چون مرزمون افقیه کوسینوس با تتا خودشون باقی میمونن. بچه ها بریم بغلش، کمک کن ببینم. به من بگید بچه ها 13π2، 13 به روی 2 میشه 6.5. 6.5 یعنی زوج و نیم. بالا یا پایین؟ بالا یا پایین؟ بادو 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 خوابت نبره. زوج و نیم کجا بود؟ بالا. ماشاءالله بچه ها بالای دایره است، اینجاست، بالاست. خب منهای تتا یعنی یه خورده برگرده عقب، میشه روبه اول. خب بچه ها همه تو روبه اول مثبتن. حالا مرزمون چون جزء مرز عمودیه، اینها به اینا میگیم عمودی، پس اگر حذفش کنیم کوسینوس و تتا تبدیل میشه به سینوس و تتا. کوسینوس میشه سینوس، تانژان میشه کوتانژان. ماشاءالله بهت. بریم بغلیش بچه ها، بغلیش رو نگاه کنیم بچه ها. 6π، 6π یعنی زوج π، اینجاست. زوجا اینجا، زوجا این برن. یه بار سری میگم، زوجا سمت راست، فردا سمت چپ، زوج و نیم بالا، فرد و نیم پایین. خب بچه ها پس این میشه
سمت راست، یه خورد منهای تتا، یه خورده میاد عقب، میشه روبه چهار. روبه چهار بچه ها سینوس تو روبه چهار رو منفیه طبقه هستک، یه منفی هم پشتش داره میشه مثبت. سینوس تو روبه چهار رو منفیه، یه منفی هم پشتش داره میشه مثبت. بچه ها مرزمون حذف میشه. به من بگید 6 پی که سمت راست دایره بود جزء خطوط افقی به حساب میاد یا عمودی؟ افقی یا عمودی؟ بدو 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 ماشاءالله. پس چیزی عوض نمیشه، همون سینوس با تتا میمونه. آخ چقدر این سوال قشنگه، تست کنکور بوده آقا، چقدر قشنگ. منفی در منفی میشه مثبت، این میشه کوسینوس 2. اینجام سینوس ضرب در سینوس میشه سینوس 2. از سال دهم به ما یاد دادن بچا کوسینوس 2 علاوه سینوس 2 ماشاءالله یک میشه. بله سوال کنکور سراسری بود تو کلاس 11 هم سوال کنکور رو برات حل کردم. دیدید چقدر جذاب میشه بچا؟ آها این منفی جابجاییه بچا، این منفی به خاطر جابجا کردن بود، این منفی هم به خاطر روب چهارم بود. دو تا منفی ها با هم ضرب شدن شدن مثبت. اوکی بهم بدین نسبت های دو زاویه ای رو یاد گرفتید؟ نسبت های دو زاویه ای رو یاد گرفتین؟ بله بچه ها ما چون کلاسمون الان کلاس کنکور نیست خب، پس نمیتونیم الان بیام راه خیلی تستی الان به شما یاد بدیم، چون تو امتحان بهت نمره نمیدن. ان شاء الله ما تو کلاس کنکورا تو کلاس تستامون بله اینا رو با روش تستی حل میکنیم، ولی خب تو امتحان نمره بهتون نمیدن. الکی میگم استفاده میکنی بعد تو امتحان نمرت میاد پایین، بعد خب دردسر میشه برات دیگه. اوکی بچا تا اینجا اوکیه؟ و برای بار آخر یه حرف بزنم بهت، برای بار آخر یه حرف بهت بزنم. آقا چی؟ آقا چی؟ جمله طلایی منو نگاه کن. اونایی که سمت چپ و راست دایرن میشن افقی، اونایی که بالا پایین دایرن میشن عمودی. توی عمودی ها نسبت عوض میشه. ضمناً یه جمله، شما وقتی لوکیشن رو پیدا کردی دیگه منفی مثبت وسط پرانتزا به درد شما نمیخوره. لوکیشن رو که پیدا کردی این منفی مثبت وسط پرانتزا دیگه تو حل سوال ما تأثیری نداره. خب بیا اینجا بچه ها، حالا میخوام بریم چیز جذاب بگیم. آقا چی؟ اینجا رو داشته باش. اینجا رو بچه ها درجه خرکی، درجه خرکی میخوام بچه ها الان یه جمله بهتون بگم. من نگاه یه جمله بگم که تو کنکور امسال 99 هم سوال اومد، کنکور هم سوال اومد، تمرین کتابتون تو کنکور آمده بود. آقا چی؟ آقا درجه خرکی دیگه چیه؟ بچه خر یعنی بزرگ، مثل خرپول، مثل خرزور، مثل خرخون، مثل خرگوش. خر یعنی بزرگ. درجه خرکی یعنی درجه های خیلی بزرگ، نه مثل 30 درجه 60 درجه اینا، نه زاویه های بزرگ، مثلا 700 درجه 540 درجه. اگر به ما توی امتحان یا توی کنکور درجه خرکی دادن چی کار کنیم؟ اینجا رو ببین، حواست پیش من، حواس اینجا، دقت کن. خب بچه ها مثال این کلمه براتون می‌نویسم، اسمش از درجه خرکی. برای در جمله رو گوش کن، برای درجه خرکی، خیلی حرفم مهمه، برای درجه خرکی کاری که انجام میدید با سه مرحله میتونید سوال حل کنید. آقا چیا سه مرحلهش؟ مرحله اول، حواس پیش من، مرحله اول اگر کامنتی غیر از سوالی که من حل میکنم بذارید من به هیچ عنوان جواب نمیدم بچه‌ها، به خاطر اینکه خب وقت نمیکنم. شما بخواید یه چیزی بنویسید ربطی به سوال من ندارم، پاسخ شما رو بدم وقت بقیه بچه‌ها هم هدر بره. منو نگاه کن، یک جمله مهم، اگر به شما درجه خرکی دادن اول ببین منفی یا مثبت. بچه‌ها گفته حاصل اینا چی میشه؟ بریم سراغ اولی. بچه‌ها اولی زاویه‌اش منفیه. بچه‌ها کوسینوس میتونه منفی رو بخوره یا نمیتونه؟ کوسینوس میتونه منفی رو بخوره یا نمیتونه؟ ماشاءالله. پس بچه ها کوسینوس منفی رو میخوره، یعنی اینه، از ما اینو خواسته. خب دومی هم که بچه ها سینوس 330 درجه است، سومی کوتانژانت 750 درجه است، آخری هم بچه ها تانژانت منفی 840. تانژانت نمیتونه منفی رو بخوره، پس منفیش میاد بیرون، منفی تانژانت 840 درجه. پس بین مثلثات یا فقط کوسینوسه که منفی رو میخوره. بریم بعدی. آقا چی کار میکنیم؟ باید زاویه خرکی شما زیر 360 باشه. چرا؟ چون یه دایره 360 درجه است از اول یه دور برگرده. اگر زاویه‌تون زیر 360 بود کاریش نداشته باش،
اگر زاویت بالای 360 بود اول 360 رو ازش کم کن. بچه ها ببینیم، بچه ها 750 من میخوام ازش 360 رو کم کنم. آقای عزیزی یه دونه 360 بسه، هر چند تا که میتونی کم کن. من از 750 یه دونه که هیچی، میتونم دو تا 360 یعنی 720 ازش کم کنم. از این دو بار 360 رو کم میکنم. بچه ها دو بار 360 رو کم کنی چی به وجود میاد؟ میمونه 30 درجه. بریم پایینی. بچه ها از 840 هم میتونم دو بار 360 درجه رو کم کنم، یعنی 720 درجه کم کنم، میمونه 120. حالا یه سوال دارم ازت. حواس پیش من، حواس پیش من. بچه ها حالا که این کار انجام دادیم، به من بگی، جمله رو گوش کن، به من بگی تو دایره مثلثاتی صفر، 90، 180، 270، 360. به من بگی تو دایره مثلثاتی 150 درجه به کدوم یک از اینا نزدیکتره؟ به کدوم ها نزدیکتره؟ به 180. 150 درجه رو بر حسب 180 می‌نویسیم. می‌نویسیمش 180 منهای 30 درجه. بچه ها این یکی، این یکی رو ببین، 330 درجه. بچه ها 330 درجه به کدومی که اینا از همه نزدیکتره؟ به 360 از همه نزدیکتره. بر حسب 360 می نویسیمش. چی می نویسیم؟ می نویسیم 360 منهای 30 درجه. بچه ها اینم که خود 30 درجه است، کاریش نداریم اصلا، معروفه. 120 درجه، بچه ها 120 درجه هم به 180 نزدیک تره. آقا چرا 120 درجه رو با 90 نمیگیری؟ خب با 90 بگی، فرقی نمیکنه. می نویسم 90 به علاوه 30 درجه. بچه ها پس یه بار جمع بندی میکنم، هر موقع به شما درجه خرکی دادن، اول اگر منفی داشت، اول اگر منفی داشت کوسینوس منفی رو میخوره، بقیه منفی رو میدن بیرون. بعد میای نگاه میکنی اگر بالای 360 بود تا میتونی ازش 360 کم میکنی، بیاد زیر 360. و اما مرحله آخر چیکار میکنی؟ برای مرحله آخر، برای مرحله آخر نگاه میکنی به کدوم گوشه یه دایره نزدیکتره. بچه ها جوابو نگاه کنی، بچه ها جواب شروع میکنی. الان دیگه شد درس قبلیمون. بچه ها لوکیشن اینو پیدا کنیم، 180 منهای 30 درجه بشه میشه ربع دوم، کوسینوس تو ربع دوم منفیه. حالا مرزمون رو حذف میکنیم و چون مرزمون روی خط افقی قرار داره، 180 رو خط افقیه، چیزی عوض نمیشه. خود اون کوسینوسه که بیرونه با خود این 30 درجه که داخله میمونه. کوسینوس 30 درجه رادیکال 3 دومه، یه منفی داره، منفی رادیکال 3 دوم. یکی دیگه نگاه کن بهتر یاد بگیری. بچه ها لوکیشن این 360 منهای 30 بشه، بچه ها 360 منهای 30 بشه یه خوره میاد عقب میشه رو به 4. بچه ها سینوس تو رو به 4 منفیه، یعنی اونم خط افقی قرار داره، چیزی عوض نمیشه، همون سینوس و همون 30 درجه میمونه، جواب منفی 1 دوم. پایینیش رو نگاه کن، پایینی که اصلا دیگه حساب کردن نمیخواد، چون 30 درجه رو حفظیم. کوتانژانت 30 درجه رادیکال 3 بچه، اینه که حفظیم اصلا، زاویه معروفه. بریم پایین بچه ها نگاه کنیم اینجا رو، بریم لوکیشن، لوکیشن اینو پیدا کنیم. بچه ها 90 درجه این بالاست، به اضافه 30 درجه بشه میره ربع دوم. میگه بچه ها تانژانت تو ربع دوم منفیه، یه منفی هم پشتش داره، میشه مثبت. مرزمون رو حذف میکنیم چون 90 درجه این بالای جز مرزای عمودیه، تانژانتمون تبدیل میشه به کوتانژانت 30 درجه، جواب میشه رادیکال 3. به من بگیم بچه ها درجه های خرکی رو یاد گرفتین چطوری حل میکنن؟ بله بودو بینم، بله آماشالله. سری دوره کنم شما میکنیم، درجه خرکی دیدیم، یک
اگه دیدیم زاویه منفی کوسینوس منفی رو میخوره بقیه میدم بیرون. دو، اگر زاویه‌مون بالای 360 بود انقدر ازش 360 میگیریم تا بیاد زیر 360. و اما مرحله آخر نگاه میکنیم ببینیم اون زاویه ما به کدوم مرز دایره نزدیکه، بر حسب اون میریم سادهش میکنیم. حالا یه چیز جذاب بهت بگم آقا. چی؟ به این میگن درجه خرکی. حالا یه سری سوال داریم بهش میگن رادیان خرکی. آقا رادیان خرکی چیه؟ اینها رادیان خرکی. یعنی بچه ها به خاطر من نگاه، الان تو مثال بعدی متوجه میشید. تو مثال بعدی بچه ها، یعنی به جای اینکه درجه بدن خیلی بزرگ، رادیان میدن خیلی بزرگ. رادیان خیلی بزرگ یعنی پی داره ولی ضریباش خیلی داغونن. نگاه کن اینو ببین بچه ها، من این سوال پرسم ازتون، جواب بدین ها، جواب بدین، الان متوجه میشید. مثال بازم داریم، نگران نباشید هستن، حواس میشن. نه تبدیل نکن، من نگاه. بچه ها سریع من بگید این کجاست؟ بودو بینم چهار پی کجاست؟ چپ راست بالا پایین. بودو چپ راست بالا پایین. زوجا راست، ماشاءالله راست، آفرین. این چی؟ 17 پی. بودو 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 فرده، ماشاءالله سمت چپ، دمت کرد. اینو بگو ببینم، اینو بگو. 21 پی دوم. 21 تقسیم بر دو میشه 10.5 پی. زوجونیم پی کجای؟ زوجونیم، زوجونیم، ماشاءالله بالا. اینو بگو. سی و سه پی دوم. بچه ها سی و سه تقسیم بر دو میشه 11.5. فردونیم کجای؟ ماشاءالله. پس یه بار سری، زوجا سمت راستن، فردا سمت چپ. حالا اونایی که تقسیم بر دو میشن یعنی نیم میشن، اونایی که تقسیم بر دو میشن یعنی نیم میشن، یعنی یا بالا یا پایین. پس یه نکته، اونایی که تقسیم بر 6 بشن، اونایی که تقسیم بر 4 بشن، اونایی که تقسیم بر 3 بشن، راست و چپ و بالا و پایین دیگه نیستن، وسطای دایره میافتن. قبول داری حرفمو؟ بله. ماشاءالله. حالا که قبول داری ببین چطوری برات حل میکنم. بچه‌ها اگر بهتون زاویه درب و داغون دادن، زاویه دادن درب و داغون بود ولی بالا و پایین چپ و راست بود، چیکار میکنی؟ یک، اول بازی با منفی رو شروع میکنی. بچه‌ها بازی با منفی، این منفی رو نمیتونه بخوره، منفیش میاد بیرون، منفیش میاد بیرون. خب بعدی هم که به این صورته، کامل حواست پیش من، اینم بعدی. خب اینجا رو ببین، حواس کامل پیش من. بچه ها سوال، بچه ها حواس پیش من، حواس پیش من، شیشتونگ حواست اینجا، شیشتونگ حواس اینجا. بچه ها اگر مخرج عدد دو نباشه یعنی دیگه به نیم تبدیل نمیشه، یعنی بالا و پایین دایره به وجود نمیاد. آقا پس چیکار میکنیم؟ خیلی راحته، به من بگید بچه ها عدد 19 به کدوم مضرب 6 نزدیکه؟ بچه ها 18، ماشاءالله. به جای 19 می نویسم 18 پی، یه پی میذارم کنارش. 19 پی رو می نویسم 18 پی، یه پی میذارم بغلش. بچه ها 25 به کدوم مضرب 4 نزدیکه؟ به 24. به جاش می نویسم 24 پی، یه دونه پی میذارم بغلش. بچه ها 149، 150 تقسیم بر 3 میشه 50. 150 تقسیم بر 3 میشه 50. پس اینو می‌نویسم 150، یه دونه پی ازش کم میکنم. یعنی باید اگر بهتون رادیان خرکی دادن، یعنی پی داخلش داشت ولی زاویه‌اش خرکی بود، ببینی عدد صورت به کدوم ضریب مخرج نزدیکه. تا اینجا فهمیدین؟ رنگ سبزا رو فهمیدی؟ بله. حالا ببین چیکار میکنم. بچه‌ها به من بگین جواب این چی میشه؟ 18 پی به روی 6 میشه چی؟ مرسی، میشه 3 پی. حالا بچه ها این ببینیم چی میشه، این ببینیم چی میشه. یه بار 18 پی رو تقسیم بر 6 میکنیم، یه بار خود پی رو تقسیم بر 6 میکنیم، میشه پی 6. بچه ها بغلیش 24 رو تقسیم بر 4 کنیم میشه 6 پی.
پیو تقسیم برای 4 کنیم میشه پی 4م. بچه ها دوباره 150 تقسیم برای 3 میشه 50 پی. منهای پی رو تقسیم برای 3 کنیم میشه منهای پی 3م. بچه ها قبول دارید دوباره شد مثل همینایی که تا الان حل میکردیم لوکیشن پیدا میکردیم؟ آباری کلا دوباره لوکیشن یابی میکنیم سوال حل میشه. نگاه کنین چرا بریم لوکیشن پیدا کنیم بچه ها. بریم اینجا دایرمون هم چینه. خب بچه ها سپی اینجاست به اضافه 30 درجه بشه میره رو به 3. سینوس تو رو به 3 و منفیه با منفی پشتش میشه مثبت. بچه ها مرزمون رو حذف میکنیم. به من بگی سپی سپی جزو محور افقی یا محور عمودی؟ محور افقی. پس چیزی عوض نمیشه، یعنی اون سینوس بیرون میمونه پی ششم داخلم میمونه. سینوس 30 درجه میشه 1/2. ببین چقدر راحت حل میشه. پایینیشو نگاه کن بچه ها. سوال به من بگی 6 پی کجاست؟ راست چپ بالا پایین، راست چپ بالا پایین، بدو بدو بدو. مرسی مرسی. 6 پی اینجاست بچه ها. به اضافه یه چیزی بشه یه خوره میره جلو میشه ربع اول. ربع اول همه تو ربع اول مثبتن. خب بچه ها اینو حذفش میکنیم. به من بگید رو محور افقیه یا رو محور عمودیه؟ افقی عمودی. ماشاءالله پس چیزی عوض نمیشه، همون تانژانت با پی 4 میمونه. تانژانت 45.1. آفرین. بریم پایینیش. این چه قشنگه بچه ها. سریع بگید ببینم. به من بگید 50 پی کجاست؟ راست چپ بالا پایین. ماشاءالله زوج دمت کم میشه راست. بچه ها منهای پی سوم از سمت راست یه خورده بیاد عقب میشه ربع 4. کوسینوس تو ربع 4 مثبته. خب بچه ها اینو حذفش میکنیم. به من بگید 50 پی رو محور افقیه یا عمودیه؟ افقی عمودی. ماشاءالله پس چیزی عوض نمیشه، همون کوسینوس میمونه با پی سوم. کوسینوس 60 درجه هم 1/2. ببینید چه قشنگل میشه. حله. حالا چیز جالبت بگم، کنکور سراسری 98، کنکور سراسری 98 این سوال اومده بود، جمع این ستا رو میخواست. گفته بود جمع این ستا چقدر میشه. حالا با راه عادیش که میریم این ستا رو جمع میکنیم میشه 2. ولی بچه راه تستی هم داره. میگم ما الان اصلا نمیتونیم تستی شما بگیم چون اصلا دلیلی نداره ذهن شما رو درگیر کنیم، به خاطر شما امتحان داریم. بگم تو امتحان یه درصد بنویسی. حالا سعی میکنم رسیدم به آخر کلاس چند تا تستی هارم براتون توضیح بدم. خب نه محمد سعید جان ببین روبه چهارم کوسینوس مثبته، کوتانژان مثل تانژانته، هر جا تانژان مثبت بود کوتانژانت هم مثبته، داداشی اونه. فهمیدی منظورمو؟ بله. آباریکلا. خب بچه ها حواس اینجا، بچه ها حواس پیش من. خب بیا اینجا ببینم، اجازه من بده. خب اینجا رو ببینیم، من یه مطلب به شما بگم. اینا رو اطلاع ندارم بچه ها، من اینا رو اطلاع ندارم، من چیزای مشاوره‌ای رو خیلی اطلاع ندارم بچه ها. خب حواسا پیش من، لطفا فقط در حیطه سوالی که من حل میکنم اگر سوالی هست بپرسید، ممنون میشم ازتون. بچه ها حواس اینجا باشه، حواس اینجا باشه، حواس اینجا باشه، لطفا فقط سوالای من رو جواب بدید. بچه ها یه قسمت داریم آخر کتاب توی مثلثات نمودار سینوس کوسینوس رسم میکنیم. خیلی از بچه ها تو کشیدن نمودار سینوس کوسینوس وقتی نمودار رو انتقال میدن یه خورده اذیت میشن. من یه روش بهتون یاد بدم برای کشیدن نمودار سینوس کوسینوس چطور بتونید خیلی راحت خیلی سریع نمودارش رو رسم بکنید، چون خیلی کتاب اومده مثالای شرکره خیلی اذیت میکنه. حواست پیش هم باشه بچه ها. یه لحظه اینجا رو ببینید لطفا، من میخوام بهتون یاد بدم چطور خیلی سریع نمودار سینوس و نمودار کوسینوس رو رسم بکنید. کامل حواست پیش من ها. کامل کامل حواست پیش من باشه. اینجا رو ببینید، اینجا رو ببینیم. من یه مطلب این گوشه بگم بچه ها حواس پیشن کامل اینجا نگاه کن، حواس اینجا، حواس اینجا. بچه ها
دیدیم مثلا نمودار سینوس خودش اینطوریه؟ میگیم بله. بچه‌ها به اینا میگیم تاق، به اینا میگیم تاق، به هر کدوم از این قله ها یا به این دره ها میگیم تاق. هر تاق قشنگ گوش کن، هر تاق پیه بچه، هر تاق میشه پی. حالا سوال، پس نصف تاق میشه نصف پی، یعنی پی دوم. پس بچه ها از اینجا که شروع میکنید، اینجا که نصف تاقه میشه پی دوم، اینجا نصف تاق دیگه یعنی پی دوم دیگه، میریم جلو میشه دو تا پی دوم، یعنی پی نصف تاق دیگه، پی دوم دیگه میریم جلو میشه سه تا پی دوم، بعدی میشه چهار تا پی دوم، بعدی الی آخر. از این برم میتونیم استفاده کنیم، فرقی نمیکنه. بچه ها هر تاق میشه پی، نصف تاق میشه پی دوم. این شد نکته یک. نکته دوم، حواست اینجا باشه، اینا رو برات نوشتم، حواست اینجا باشه. بچه ها نمودار سینوس کوسینوس قشنگ گوش کن، میخوام بهت یاد بدم نمودار سینوس کوسینوس رو هر جور پیچوندن تو 10 ثانیه رسمش کن. اینجا رو ببین، نمودار سینوس کوسینوس بچه ها بالا و پایینش یک و منهای یکه. حواستو به من بده، اینجا میگم همه تون میدونین نمودار سینوس این شکلیه. اینا بچه ها این بالا یکه، این پایین منهای یکه. سوال اول، سوال اول، قبول دارید اگر یه دونه مثلا سه این پشت ضرب شه، این نمودارمون به جای یک و منهای یک قبول دارید بلندتر میشه؟ قبول دارید میشه سه و منهای سه؟ اینا قبول داری؟ بله؟ مرسی. حالا یه سوال دیگه دارم ازت. فرض کن، قشنگ گوش بده، فرض کن طراح بیاد اینو که سه برابر کرد مثلا یه دونه ببره بالا. خب بچه ها یه دونه ببره بالا، این منهای سه یه دونه میره بالا میشه منهای دو، این سه هم یه دونه میره بالا میشه چهار. یعنی قبول دارید نمودارش اینطوری میشه؟ نگاه کن، قبول داری نمودارش اینطوری میشه؟ اینا قبول دارین؟ بله؟ خب یه چیزی من بهت یاد بدم کیف کنی. آقا چی؟ اینجا رو نگاه کن، شیشتونگ حواست پیش من، حواس اینجا، حواس اینجا. ما نمیخوایم این کارا رو بکنیم ها، چون بعضی موقع خیلی سخت میشه. این یکی رو ببین بچه، این نموداری که من برای شما میکشم نمودار سینوسه، همه تون میدونین اینطوریه. بچه یه منفی پشتش ضرب شه برعکس میشه. اینها. خب سوال، سوال بچه ها منهای سه یه دونه بره بالا میشه منهای دو دیگه، منهای چهار که نمیشه. بچه ها قبول دارید سینوس بالا و پایینش یک و منهای یکه؟ قرینم بشه قبول دارید بازم بالا و پایینش یک و منهای یکه؟ بله؟ آفرین. آقا پس فرقش چیه؟ بچه ها فرقش اینه، خود سینوس، خود سینوس روی محور ایگرگا، خود سینوس روی محور ایگرگا حرکتش رو به بالاه، اما وقتی قرینش کنی روی محور ایگرگا حرکتش رو به پایینه. تفاوتش رو متوجه شدین؟ بله. یعنی خود سینوس محور ایگرگا رو قطع میکنه میره بالا، قرینه سینوس محور ایگرگا رو قطع میکنه میاد پایین. آفرین. حالا اینجا رو داشته باش بچه ها، من اگر بیام اینو سه برابرش کنم، سه برابرش کنم، قبول داری این میشه منهای سه، این میشه سه؟ خب قبول داری اگر یه دونه یک بهش اضافه کنم، به این یه دونه یک اضافه میکنم میشه چهار، به اینم یه دونه یک اضافه میکنم میشه منهای دو، اینم قبول دارین؟ خب ببین چه چیز قشنگی میخوام بهت یاد بدم. آقا چی؟ همین قبلیه این، هم این نمودار ماکسیمومش چهاره، هم این نمودار ماکسیمومش چهاره، هم این نمودار مینیمومش منهای دوه، هم این یکی نمودار مینیمومش منهای دوه.
آقا چی میخوای بگی؟ میخوام بگم اون منفی که پشتش ضرب میشه جهت نمودار رو عوض میکنه، مقدار ماکسیموم مینیمومو تغییر نمیده. خب حالا یه سوال دارم ازتون، چطوری، قشنگ گوش کن، چطوری میتونیم بدون اینکه خودمون اذیت کنیم ماکسیموم مینیمومو پیدا کنیم؟ چون تو امتحان به درد میخوره. اینطوری، حواست پیش من، حواست پیش من ها، حواست پیش من. بچه‌ها سوال، هر موقع خواستید سینوس و کوسینوس، هر موقع خواستید برای سینوس و کوسینوس، برای سینوس و کوسینوس ماکسیموم و مینیموم بالا و پایینش رو پیدا کنید، این کاری که من میگم انجام میدید. بچه جواب منو بدید، جواب بده، میخوام بدون اینکه نمودار بکشم ماکسیموم مینیمومش رو پیدا کنم. بچه ضریب پشت سینوس سه، مگه نه؟ میگیم بله. میخوام ماکسیموم پیدا کنم. بچه یه نفر به شما بگه ضریب چنده، میگی سه. بچه قبول دارید عدد سه، عدد سه مثبتش میشه این، منفیش میشه این؟ اینو قبول داری؟ بودو بینم، بودو، ماشاءالله. بچه هر وقت خواستید ماکسیموم مینیموم سینوس کوسینوس پیدا کنید، ضریب پشتشو برای ماکسیموم مثبت بذارید، برای مینیموم منفی، بعد عدد ثابته رو بذارید کنارش، ماکسیموم میشه 4، مینیموم منهای 2. حالا این یکی رو نگاه کن. بچه ها میخوام ماکسیموم مینیموم پیدا کنم. بچه ها ضریب پشتش درسته منفی 3، بچه ها درسته ضریبش منفی 3، ولی برای ماکسیموم مثبتش رو میذاریم، برای مینیموم منفیشو، عدد ثابت رو کنارش اضافه میکنیم، بازم میشه همون 4 منهای 2، بازم میشه همون 4 منهای 2. حله؟ تا اینجا اوکیه؟ تا اینجا اوکیه؟ خب اگه راست میگی اینو بگو ببینم، اینو بگو ببینم، اگر داری واقعا فهمیدی اینو بگو ببینم. ایگرگ مساویه، منتظرم، ایگرگ مساویه 7 سینوس ایکس به اضافه 2. سری بگو ماکسیموم چنده، مینیموم، ماکسیموم بگو، ماکسیموم 9، مینیموم بگو، مینیموم بگو، مینیموم، مینیموم منفی 5. ماشاءالله، چرا 5؟ منفی 5، آفرین. برای ماکسیموم خود 7 رو میذاریم با 2 جمع میکنیم، برای مینیموم منفیش رو میذاریم با 2 جمع میکنیم، ماشاءالله. حالا یه سوال ازت دارم، یه سوال، اینو بگو ببینم، اینو بگو، ایگرگ مساویه منفی 6 تا کوسینوس ایکس به علاوه 7، بودو ببینیم، ماکسیموم، ماکسیموم، بودو 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 بودو، ماشاءالله، ماشاءالله، مینیموم، مینیموم، به به، آباری کلا، دمت گرم، دمت گرم. برای ماکسیموم خود منهای 6 رو نمیذاریم، ما مثبتش رو. آقای عزیز ما یه چیزی فهمیدیم، شما میگی مثبتش رو میذاریم، یعنی در واقع قدر مطلقش رو میذاریم، آفرین، مثبتش رو. برای ماکسیموم مثبتش رو میذاریم، عدد ثابت میذاریم بغلش، برای مینیموم نه که مثبتش رو، نه نه، منفیش رو میذاریم، عدد ثابت رو میدیم بهش. اینجا میشه 13، اینجا میشه 1. کامل یاد گرفتی؟ کامل کامل فهمیدی؟ بله، ماشاءالله. آخ آخ، اینو بگی خیلی کارت درسته، اینو بگی خیلی کارت درسته. ایگرگ مساویه، ایگرگ مساویه آ سینوس ایکس به اضافه سی، ماکسیموم بگو ببینم، وای اگه اشتباه بگی، ماکسیموم، ماکسیموم، بودو بودو، ماکسیموم، وای وای، گن زدی، گن زدی. آقا چرا گن زدیم؟ مگه تو میدونی آ مثبته؟ شو آهان، تو که برای ماکسیموم میگی آ به اضافه سی، مگه میدونی آ مثبته؟ مگه من نگفتم مثبتشو باید بذاری؟ آقا بله بله گفتی، چی کار کنیم؟ میگیم آقای عزیزی گفت برای ماکسیموم باید این عدد رو مثبتشو بذاریم اینجا، ما که نمیدونیم آ چنده، مثبتشو میذاریم اینجا با سی جمع میکنیم. افتاد دوزرید؟ آباری کلا، ماشاءالله. حالا بریم مینیمم، بچا برای مینیمم نه که مثبتشو، منفیشو میذاریم با سی جمع میکنیم، آواری کلا، آواری کلا. بیا ببین محمد نگاه کن خودزنی کرد. خب حله، دمت گرم. حالا میخوای ببینی چقدر این نکته خفنه، بیا بیا اینجا ببین چقدر این نکته خفنه، اینجا رو داشته باش. بچه ها سوال گفته نمودار اینا رو بکشید، شیشتون یه حواس پیش من. بریم سراغ اولی، الان مثل فرفره دیگه باید بهم بگی. ماکسیموم بودو، بودو مکس نداریم، ماکسیموم، ماشاءالله، دمت گرم. مینیموم،
منتظرم مینیمم. مرسی مرسی مرسی. ماکسیمم مینیمم پیدا کردیم. فقط کشیدن شکل رو نگاه کن، برو کیف کن. اینجا رو ببین. خب حالا هر موقع خواستی نمودار سینوس کوسینوس بکشی، این کاری که من میگم انجام میدی. آقا چی؟ ماکس رو پیدا میکنی، مینم پیدا میکنی، یه عدد کمکی هم به تابع میدی. آقا چی؟ یه عدد میدیم. بچه ها خاک بر سرتن، یه عددی که همیشه ما کمک میکنه صفره دیگه. بچه ها به تابع میدیم صفر. میشه لطف کنید اینجا به جای این ایکس صفر بذارید. بچه ها صفر بذاریم، سینوس صفر میشه صفر، ضرب در سه بشه بازم میشه صفر، با یک بغلش جمع میشه میشه یک. اول بهم بگو این ستا رو فهمیدی؟ این ستا رو فهمیدین؟ تموم شد، سوال حل شد دیگه. آقا چرا؟ بفهم اینجا رو داشته باش. این که اف صفر شده یک، یعنی تابع داره از نقطه صفر رو یک میذاره. بچه نقطه صفر رو یک اینجاست. اینو قبول داری یا نه؟ اینو قبول داری یا قبول نداری؟ ماشاءالله. بچه ها ماکسیموم چاره، چون ماکسیموم چاره من یه خط اینجا میکشم اسمشو میذارم چار. سب کن اینها قشنگ نگاه کنی ها، اینجا رو ببین، این نقطه صفر رو یک، چون ماکسیموم چاره من یه خط میکشم اینجا اسم اینو میذارم چار، چون مینیموم منهای دوه یه خط میکشم اینجا اسمشو میذارم منهای دو. و اما حرکت آخر، بچه ها سوال به من بگید، سینوس وقتی پشتش مثبته محور ایگرگا رو رو به بالا قطع میکرد یا رو به پایین؟ رو به بالا قطع میکرد یا رو به پایین؟ پشتش مثبت بود، ماشاءالله رو به بالا، رو به بالا. بچه ها تمامه دیگه، سوال حل شد. بفرمایید. از اینجا میری رو به بالا، هی میری نمودار میچسبونی به این، میای پایین میچسبونی به این، میری بالا میچسبونیش به این، میاد پایین میچسبونیش به این. اینها تمومه. ببین چقدر جذابه. آقای عزیزی نمودارتون دقیق نیست، ایکساش کو؟ من که بهت یاد دادم هر تاق پی دومه، هر تاق پی نصف تاق پی دوم، نگاه کن نصف تاق پی دومه، یه پی دوم دیگه میریم جلو، یه پی دوم دیگه دوباره میریم جلو، میشه سه پی دوم، یه پی دوم دیگه میریم جلو، یکی دیگه میریم جلو، دوباره میشه پنج پی دوم. فقط کافیه ماکسیموم مینیمومش رو پیدا کنی. ماکسیموم مینیمومش هم گفتم چطوری پیدا میکنی؟ نصف تاق پی دومه. اینا اینجا پی دومه، اینجا پی دوم. بچه نیا کنید، اینجا پی دومه، اینجا پی دومه که به درد ما نمیخوره، اینجا پی دومه میشه سه پی دوم. فقط کافیه قله و دره‌هاش رو پیدا کنی، قله و دره‌هاشو. الان بگو ببینم اینجا چنده، اینجا چنده، بگو اینجا چنده، بودو ببینم، بودو 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 چنده، بودو بودو خاری چنده، منفی پی دوم ماشاءالله. اینجا رو بخوام دوباره میشه منفی سه پی دوم. باورت میشه اینقدر راحت رسم میشه؟ ماکس رو پیدا میکنی، مینو پیدا میکنی، نقطه کمکی هم بهش میدی، تمام. حالا یه سوال ازت دارم، بچه ها همین شکل رو بدن، همین شکل رو، فقط به جای عدد سه پشت اینجا باشه منهای سه. آیا ماکسیموم مینیموم فرقی میکنه؟ آیا ماکسیموم این فرقی میکنه؟ نه. پس چی فرق میکنه؟ بگو ببینم چی فرق میکنه؟ چی فرق میکنه؟ آفرین، فقط جهتش، یعنی به جای اینکه بره رو به بالا میاد رو به پایین، یعنی این وری میشه. اینها اینجوری میشه نمودارش دیگه. یاد گرفتی دیگه، آفرین بهت، آفرین بهت. برعکس میکشیم، دمت گرم. خب حالا من این سوال از شما دارم، حالا یه سوال، سینوس رو یاد گرفتیم، نقطه کمکی همیشه صفر میدیم. زینب خانم نمودار رو تا کجا ادامه میدیم؟ نیاز نداره، طراح میگه تو امتحان، مثلا تو امتحان میگه تا سه پی دوم، تا پنج پی دوم، خودش مشخص میکنه. اما مطلب دوم، بریم سراغ کوسینوس. بچه‌ها یه چیز جالب بگم، سینوس رو فهمیدید دیگه؟ سینوس رو فهمیدید؟ اینها سینوس رو بهت یاد دادم، نکته ماکسیمین هم چه برات نوشتم، تاقم چه گفتم چیه، نقطه کمکی هم بهت گفتم چیه. اما بریم سراغ این نکته جذاب. بچه‌ها اینجا رو ببینید،
اینجا رو ببینید. بچه دیدید نمودار سینوس این شکلیه؟ من رو نگاه. دیدی نمودار سینوس اینطوریه. این سینوسه. قشنگ گوش بده. نمودار سینوس اینطوریه. حواست پیش من. شما اگر اجازه بدین من همه رو توضیح میدم. اصلا عجله نکن. این اوکی تا اینجا؟ این اوکی این؟ بله سینوس. حواست پیش من، کسی هم جواب بقیه رو نده، من ازتون خواهش میکنم. ممنون میشم ازتون. مرسی بچا، ممنونم ازتون. حالا اینجا رو داشته باشید. بچا محور گرگا رو نگاه کنید. محور گرگا. بچا به من بگید نمودار سینوس نسبت به محور گرگا چه وضعیتی داره؟ چیکارش میکنه محور گرگا رو؟ چیکار میکنه محور گرگا رو؟ بودو ببینم. بودو 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 بودو. قطعش میکنه. اما بچا آفرین، قطعش میکنه. ولی بچه ها نمودار کوسینوس محور ایگرگا رو قطع نمی کنه. نمودار کوسینوس روی محور ایگرگا قله یا دره داره. اینها الان این نمودار کوسینوسه. بچه ها به نظر شما الان رو محور ایگرگا قله داره یا دره داره؟ روی محور ایگرگا قله است یا دره؟ قله. ماشاءالله. میدونی چرا؟ چون پشتش مثبته. اگر پشت کوسینوس منفی بود نمودارش برعکس میشه، روی محور ایگرگا دره پیدا میکنه. اینو قبول دارین؟ تا اینجا اوکیه؟ آره؟ ببین میخوام چی برات حل کنم. اینجا رو داشته باش. بیا اینجا ببین باورت میشه این انقدر قشنگل شه. بیا اینجا سوال رو نگاه کن، کیف کن سوال رو ببین. بچه ها گفته این نمودار تمرین کتابتونه، گفته این نمودارایی که داری واسه کدوم چیناست؟ سوال من اول جواب بده. اول سوال من به من بگو این نمودار شماره یک روی محور ایگرگا چی داره؟ قله. بچه ها قله مربوط به سینوس بود یا کوسینوس؟ مربوط به کوسینوس. کوسینوسی که پشتش مثبته یا منفیه؟ ماشاءالله پشتش مثبته. بچه جواب میشه یک. جواب میشه یک. دیدی چه قشنگ بود؟ بله. خب آقای عزیزی بله، شاید دو تا از گزینه ها اینطوری بود، شاید دو تا گزینه اینطوری بود، اشکال نداره. من به شما ماکسیمین یاد دادم. بچه ها ماکسیمومش طبق نمودار 5، مینیمومش طبق نمودار منهای 1. بچه ها الان این نمودار ماکسیمومش عدد 3 رو مثبت با 2 بغلش جمع میکنیم، برا مینیمو این عدد 3 رو منفی با بغلش جمع میکنیم. دیدی ماکسیمینش هم درسته؟ یعنی دوتا گزینه دیدی درست در میاد، ماکسیمینش رو شکل کن، کاری نداره که. اوکی یه حله؟ آباری کلا. حالا بیا پایینی رو نگاه کن چقدر جذابه. پایینی بچه ها به من بگید این نمودار روی محور ایگرگا چی داره؟ منتظرتم. چی داره؟ بودو بودو کجاش در رسون؟ تو محل شما در راش این شکلیه؟ آقای عزیزی به جان خودمون در رس اینها، به این میگن دره. عزیزم بله به اون میگن دره، به اینم میگن قله. من میگم روی محور ایگرگ رو فقط نگاه کن، فقط روی محور ایگرگ رو نگاه کن. ماشاءالله فقط روی محور ایگرگ، فقط روی اون خط آبیه رو نگاه. بچه ها اگر نگاه کنید روی خط آبیه فقط برخورد کرده باهاش. حالا سوال دارم به من بگید این برخوردتون، از این ور نگاه کنید، فکر کن اینجا وایسادی، همیشه از عقب به جلو به نمودارا نگاه کنید، فکر کن اونجا وایسادی، به من بگو این برخورده رو به بالا داره میره یا رو به پایین داره میاد. ماشاءالله رو به بالا داره میره. بچه ها برخورده رو به بالا برای کی بود و پشتش چی باشه؟ برای کی بود و پشتش چی باشه؟ آها برای سینوسی بود که پشتش مثبت باشه. مرسی. جواب 4ه. جواب 4ه. دیدی چه خوبه؟ دیدی چه خوب بود؟ آباری کلا. میخوایم ماکسیمومش هم با هم چک کنیم. بیا چک کنیم. بچا مینیمم چنده تو این نمودار؟ بودو ببینم. مینیمم چنده؟ بودو 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 بودو. مینیمم مینیمم مرسی. مینیمم منفی 4ه. آباری کلا. بچا ماکسیمم چنده؟ ماکسیموم چنده؟ ماشاءالله بهت. ماکسیموم هم 0ه. بیا اینجا رو نگاه کن. بچه ها برای ماکسیموم عدد پشت اینجا رو مثبت در نظر میگیریم، این منهای 4 رو میذاریم کنارش. برای مینیموم، برای مینیموم اجازه بده.
بچه من این عددش رو یه لحظه درست کنم ببخشید. یه لحظه اجازه بدید. این دو من اون عدد رونمودارم عوض کرده بودم براتون بچه ها، صورت سوالش یادم رفته بود تغییر بدم، ببخشید. یه لحظه جواب ندید، اجازه بدید. خب بفرمایید. خب بچه ها بریم، بچه ها بریم، دقت کنید. اینجا میشه دو منای دو کنارش، اینجا میشه منای دو، منای دو کنارش. خب بچه ها به هم بگید، حواس میشه من، به من بگید کامل یاد گرفتید؟ کامل یاد گرفتید؟ بله بله. آباریکلا آباریکلا. حالا اینجا رو داشته باش، بیا کیف کن اینو، نگاه، بیا اینجا، حواس میشه من، حواس میشه من، کامل گوش بده. الان این چیزی که بهتون گفتم بچه ها برای تست به درد میخوره دیگه، چون تو مدرسه اصلا شما اینطوری حل نمیکردید، تو مدرسه شما میونه دونه دونه با انتقال میکشیدید، ولی خب خیلی به درد اون میخورد دیگه. حواس میشه من میرم، حواس میشه من. بچه ها میخوام نمودار اینو بکشم، خواهش میکنم حواستو بده به من. یک، اینجا اینجا اینجا، حواس اینجا، حواس اینجا، حواس اینجا، بله منفی 4، حواس اینجا. میشه من یه خواهش کنم بچه ها؟ میشه خواهش کنم اگر من چیزی پرسیدم کامنت بذارین؟ چون اگه برای هم دیگه کامنت بذارین خودتون، من حواسم به تخته است، اون بر کامنت ها حرکت میکنه، من احساس میکنم سوالی داری از من میپرسین، من هی برمیگردم سوال شما رو ببینم چه میبینم. نه دو نفر حسن مثلا با حسین داره صحبت میکنه، من ممکنه حواسم پرت بشه، ازتون خواهش میکنم. ممنونم ازتون بچه ها. اگرم چت خصوصی کنم خب سوالاتتون رو نمیبینم، میخوام سوالاتتون اشکالاتتون رو جواب بدم. اگر خودتون مراد کنین من ممنون میشم ازتون، دستتون در نکنه. ممنونم ازتون بچه ها، دمتون گرم، مرسی. خب بچه ها بیایم اینجا، شروع کن ببینم، منتظرم. ماکسیموم چنده، مینیموم چنده؟ سری ماکسیموم، مینیموم، ماکسیموم 5، خب مینیموم، مینیموم، مینیموم 1. به به، دمت گرم، مرسی. ماکسیموم عدد منهای دو رو خودش رو میذاریم با 3 جمع میکنیم، برای مینیموم عدد منهای دو باید منفی در نظر بگیریم با 3 جمع کنیم. دست شما در نکنه، بریم نقطه کمکی، 0 میذاریم، صفر میذاریم. بچه ها اگر اینجا صفر بذارید کوسینوس صفر میشه 1، ضرب در منهای دو بشه میشه منهای دو با 3 جمع میشه میشه 1. حالا این نمودارش رو شاید خوشگل برات میکشم، حواس اینجا، شیشتونگ حواس میشم من، بفرمایید. بچه ها مینیموم 1، یه خط میذارم اینجا، این مینیموم. ماکسیموم 5، یه خط میذارم اینجا، ماکسیموم 5. اف صفر هم 1 بچه ها، اینم از این. خب سوال من رو جواب بدید، به من بگید، قشنگ گوش کن. الان باید نمودارتون رو اینجا بکشید، نگاه بچه ها، نمودار شما الان باید اینجا باشه، نمودارتون رو بین این دوتا خط باید بکشید، الان بین این دوتا خط، مثل اینجا که بین دوتا خط کشیدید، نگاه بین دوتا خط. خب سوال من رو جواب بده بچه ها، نمودار کوسینوس، قشنگ گوش کن، کوسینوس صفر میشه 1، ضرب در منهای دو میشه منهای دو با 3 بغلش جمع میشه میشه 1. بچه ها سوال، به من بگید کوسینوس روی محور ایگرگا برخورد داشت یا دره و قله داشت؟ برخورد داشت یا دره و قله داشت؟ دره و قله، مرسی مرسی. حالا به خاطر این منفی پشتش بگید دره داره یا قله؟ ماشاءالله دره داره. بچه ها اینها دیگه، اینها اینا اینا، اینم دره. چی میخوای دیگه؟ اصلا نقطه رو برات گذاشته دیگه، دره. بچه ها تمام، از خط نزنی بیرونا، از خط نزنی بیرونا، تمومه. باورت میشه انقدر راحت رسم شه؟ حله؟ دیدی چقدر راحت رسم شد؟ خب حالا ممکنه دانش آموزی بگه آقا نمودارتون که دقیق نیست، دیوانه کردی منو. بلدیم آقا، چی بلدیم؟ هر تاق میشه پی، نصف تاق میشه پی دوم. اینجا رو نگاه کن بچه، اینجا صفره، اینجا رو ببینید، من یه جمله بهت بگم، یه جمله میشه لحظه اینجا رو ببینید لطفا، اینو با رنگ توسی نگاه کن، اینجا رو لطفا، اینجا رو ببین،
قشنگ نگاه کن اینجا رو. به جای اینکه چیزی بنویسی یه لحظه قشنگ اینجا رو ببین. اینجا رو هم ببین. اینها مثلا اینجا. کامل حواست پیش اومد میخوام یه جمله بهت بگم. بچه ها جمله منو گوش بدید. جمله منو نگاه کنید. حواس اینجا. حواس اینجا. کلاس که تموم شد هم جزوه خام هم جزوه حل شده رو بهتون میده مؤسسه. شما نگران هیچی نباشید. منو نگاه کن. بچه این توصیه رو ببینید. این توصیه رو هم ببینید. قبول داری داخل این توصیه این نقطه با این نقطه که روبروی همان دقیقاً وضعیتشون یکیه، مثل همان شکل همان جفتشون قله، مگه نه؟ بله. بچه ها قبول دارید اینجا این نقطه توصیه با این نقطه توصیه عین همان جفتشون درن مثلا؟ بله. ماشاءالله ماشاءالله. بچه ها جمله طلایی، جمله طلایی. بچه ها از هر قله تا قله بعدی، از هر دره تا دره بعدی همیشه دو پیه. آقا چرا؟ یه دایره است دیگه، یه دایره کامل. شما از این قله وقتی به اون قله میرسی یعنی نمودار یه بار کامل کشیدی، دایره رو یه دور کامل زدی. اینو برای چی بهت گفتم؟ به خاطر این. بچه ها این چنده؟ اینا این چنده؟ پی دوم. این چنده؟ پنج پی دوم. از پی دوم تا پنج پی دوم چقدر فاصله است؟ چهار پی دوم. خب چهار پی دوم میشه دو پی دیگه. همیشه بچه ها دره تا دره، قله تا قله همیشه فاصلش دو پیه. متوجه شدی؟ بله. آباریکلا اینه چون نگاه، دره تا دره از صفر تا دو پی چقدر فاصله است؟ دو پی. دره تا دره، قله تا قله همیشه دو پیه. حالا میخوام خفن‌ترین چیز رو بهت یاد بدم. آقا چی؟ بچه ها تو سال 11 هم چیزی که دیوانشون میکنه اینه که نمودار سینوس کوسینوس رو بخوام ببرن چپ و راست. ببین نمودار سینوس کوسینوس رو میخوام ببرن سمت چپ و راست، 70% همون اول تشنج میکنن میره. چون نمودار سینوس کوسینوس بالا پایین بردنش راحته، به سمت چپ و راست بردن یه خورده تو مخه. میخوام یک کلک بهت یاد بدم تا یه هفته بری کیف کنی. آقا چی؟ اینجا رو ببین. نگاه کن، به کسی هم یاد نده، فقط خودت بلد باش. منو نگاه کن. بچا هر موقع خواستید نمودار سینوس کوسینوس رو ببرید چپ و راست. نمودار سینوس کوسینوس رو خواستی ببری چپ و راست. آقا چیکار کنیم؟ بیا اینجا. نکتهشو برات نوشتم چیکار کنیم. بیا اینجا. خب، بچا نگاه کنید. سوال. اول سوال منو جواب بدید. آیا قبول دارید چون ضرب در دو شده؟ قبول دارید چون ضرب در دو شده هیچ عددی هم کنارش نیست؟ قبول دارید ماکسیمومش میشه خود دو به اضافه صفر، مینیمومش میشه قرینش به اضافه صفر؟ تا اینجا رو اوکی بده بهم. تا اینجا اوکیه. ماشاءالله بهت. حالا سوال دارم. بچه ها داخل پرانتز ایکسمون به اضافه پیچارم شده. این که به اضافه پیچارم شده یعنی واقعا پیچارم بریم جلو یا نه برعکسه؟ باید بیاریم عقب. آفرین بچه ها. بلایی که سر ایکس بیاد برعکس انجام میدیم. بلایی که سر ایکس بیاد برعکس انجام میدیم. یعنی این به اضافه پیچارم شده، ما نباید پی چارم واقعا بریم جلو، باید پی چارم بیایم عقب. یعنی باید پی چارم کم کنیم. خب مرسی که اینا رو یاد گرفتیم. انتقال دیگه سال دهم خوندیم. سال دهم تو انتقال به ما یاد دادن هر بلایی سر ایکس بیاد برعکسش رو انجام میدیم. هر بلایی سر ایکس بیاد برعکسش رو انجام میدیم. بچه ها حواس اینجا. میدونی چطوری میچشیم؟ آقا چطوری؟ نمودار سینوس رو اورجینال رسم میکنیم. حواس پیش من، دارم توضیح میدم. نمودار سینوس رو اورجینال رسم میکنیم. کامل اینجا رو ببین. بچه ها اورجینال سینوس اینها. کامل نگاه کن. شیشتونگ حواست پیش من. عزیز دلیل منطقی شما رو دهمه. من دهمو که نباید دور برای شما توضیح بدم. سال دهم تو مبحث انتقال به شما یاد دادن اینها، دلیلش اینه. بچه ها ریشه اینو بگیم ببینم. ریشه اینو بگو ببینم. بگو ریشه شو. منفی دو. درسته ایکستون دوتا اضافه شد
ولی مقدار x تون که 0 بود دو تا کم شد دیگه، چون وقتی کنار x داشت شما باید ببرید اون بر دیگه. متوجه شدین چرا برعکس انجام میدین؟ چون وقتی به اضافه میشه میره اون بر منها میشه. حالا اگر منها باشه درسته منهاه، ولی میره اون بر x تون 4 تا زیاد میشه. حله؟ چون برای دهم بوده من نخواستم وقتتون رو بگیرم، وگرنه دلیلش اینا، دلیلش رو براتون توضیح دادم. خب بچه ها، نمودار کی به سمت چپ و راست میره؟ وقتی داخل پرانتز کنار x عدد جمع و منها بشه. هر موقع داخل پرانتز کنار x عدد جمع و منها بشه، نمودار انتقالش به چپ و راسته. خب حالا حواس اینجا، حالا حواس اینجا، هر موقع انتقال به سمت چپ و راست داشتیم چیکار میکنیم؟ اول نمودار رو اورجینال میچشیم، دست نمیزنیم. بچه این نمودار اورجینال سینوس، حواست پیشن، این نمودار نمودار اورجینال سینوس. خب حرکت بعدی بچه ها، چون دو برابر شده بالاش میشه دو، ما پیدا کردیم، پایینش هم میشه منهای دو. آیا تا اینجا اوکی؟ تا اینجا اوکی؟ خب تیر خلاص رو بریم، تیر خلاص بچه ها، نصف تاق چقدر بود؟ نصف تاق چقدر بود؟ بودو بودو بودو، نصف تاق بودو بودو بودو، ماشاءالله نصف تاق بود پی دوم، یه تاق کامل میشد پی، یه پی دوم دیگه میریم جلو میشه سه پی دوم، یکی دیگه میریم جلو چهار پی دوم، یه دونه میایم عقب میشه منفی پی دوم. خب اینا رو که بلدیم ما کامل، آقا چی کار میکنیم؟ کلک بهت یاد بدم، آقا چه کلکی؟ محور ایگرگا رو پاک کن، محور ایگرگا رو پاک کن، بفرمایید محور ایگرگا رو پاک بکن. آقا چرا؟ الان به توضیح میدم بچه ها. مگه نباید ایکسامون پی چارم برن عقب، یعنی پی چارم کم کنیم؟ میگیم بله بچه ها، از همه عددا پی چارم کم میکنیم بچه ها، از همه عددا پی چارم کم کنیم بچه ها، از این پی چارم کم کنیم، از این پی چارم کم کنیم، حاصلش میشه پی چارم. اینجا شد پی چارم بچه ها، از این پی چارم کم کنیم میشه این بچه ها، از این بریم پی چارم کم کنیم میشه این، از همه شون دونه دونه پی چارم کم میکنیم. خب حالا که فهمیدیش کار میکنم، منو پاک میکنم، بزرگ رسمش میکنم تا حرف آخرمو بزنم. اینجا رو دقت کن، اینجا رو دقت کن، ساعت چنده؟ بیشترین دیگه فکر کنم تا 2:45 هستی فکر میکنم. آره بگیم. خب بچه ها نگاه کنید، بچه ها حواس پیشان، اینو پاک کن یا محور ایگرگ رو ول کن. بچه ها این پی دوم بود، ازش پی چهارم کم کردیم، این صفر بود، ازش پی چهارم کم کردیم. اینجا منفی پی دوم بود، ازش پی چهارم کم کردیم. بچه ها آیا فهمیدید که از همشون پی چهارم کم کردن؟ بله؟ اوکیه؟ میخوام تیر خلاص رو بگم بچه ها، تیر خلاص آقای عزیزی، تیر خلاص چیه؟ آیا قبول دارید محور ایگرگا همیشه وسطه؟ یعنی این برش مثبتان اون برش منفی ها، اینو قبول داری؟ خب تموم شده رفت. بچه ها قبول دارید تو اعداد مثبت اولیش اینجاست، تو اعداد منفی هم اولیش اینجاست، اینو قبول داری؟ این وریا مثبتان، این وریا منفی ها، محور ایگرگو بذار وسط اینا، بین منهای پی چارم و پی چارم، محور ایگرگو بذار وسط اینا دقیقا. تمام نمودارمون رسم شد، انگار نمودار سینوس پی چارم اومده عقب. دقیق دقیق، عددا دقیق، قله دقیق، دره دقیق، همشون دقیقا. یعنی محور ایگرگو بردار، هر بلایی میخوای سر ایکست بیاد، بعد محور ایگرگو بذار بین اون عددی که مثبت و منفیه، بین اون عددی که مثبت و منفیه. خب حالا میخوای یه دونه تست کنکورش هم ببینی؟ اینها، اینم تست کنکورش، اینجا رو ببین، چون محور ایگرگا صفر دیگه بچه ها،
اینا محور گیرگاه صفر. بیا یه تست کنکورش هم ببین. اینه سوال رو نگاه. اوکیه گفتین به مهندس؟ خب بچه ها نگاه کنیم اینجا گفته بچه ها نمودار اینو بکشید. خب بچه ها انتقال به سمت چپ و راست دارید. سوال اول منو جواب بدید، این که منهای پی سوم شده یعنی واقعا باید پی سوم کم کنیم یا باید اضافه کنیم؟ ماشاءالله بله 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 بله، پی سوم جلو باید بره، باید پی سوم اضافه بشه. دمت گرم. حرکت اول چی بود؟ نمودار کوسینوس رو اورجینال میکشیم. بچه ها نمودار کوسینوس رو اورجینال بکشیم. قله داشت دیگه اینا. خب بچه ها در منفی ضرب شده. در منفی ضرب بشه چیکار میکنیم بچه ها؟ قله میشه چی؟ دره. درسته؟ بر میگرده. ماشاءالله. پس این شد. پس این شد نمودارش. بفرمایید. اینو پاک میکنم. خب سوال بعدی بچه ها یه دونه یکم کنارش داره. قبول دارید برای ماکسیموم ضریب پشت اینو مثبت میگیریم اون یک بغلیه رو بهش میدیم، برای مینیموم ضریب پشتش رو منفی میگیریم یک رو بهش میدیم. قبول دارید ماکسیموم دو میشه مینیموم صفر؟ آباری کلا. ماکسیموم دو مینیموم صفر. پس بچه ها موافقین اینطوری میشه؟ اینها موافقین اینطوری میشه؟ مینیموم صفر ماکسیموم دو. در رم چه داره؟ اینا رو قبول داری تا اینجا؟ ماکسیموم دو مینیموم صفر. بله آباری کلا. خب بچه ها شروع میکنیم حرکت کثیفی که انجام میدیم همیشه چی؟ آخر انتقال به سمت چپ و راست انجام میدیم. چطوری؟ محور ایگرک خداحافظ. محور ایگرک خداحافظ. خب اینجا که صفره بچه ها، از اینجا تا اینجا گفتیم دو پیه فاصلش، پس این وسطش میشه پی، اینجا میشه منفی پی، اینجا میشه منفی دو پی. تا اینجا حله؟ تا اینجا حله؟ مرسی بچه ها. پی سوم اضافه میکنیم، پی سوم اضافه میکنیم. بچه ها به این پی سوم اضافه کنیم میشه پی سوم. این وسط ها رو اگه دوست داشتید میتونید پیدا کنید. وسط این دوتا هم که منفی پی دومه، وسط این دوتا هم که پی دوم. خب بچه ها پی سوم اضافه کنیم، به این پی سوم اضافه میکنیم. به این پی سوم اضافه میکنیم، به اینم پی سوم اضافه میکنیم، به اینم پی سوم اضافه میکنیم. خب سوال دارم، محور ایگرگا رو کجا میذاریم؟ محور ایگرگا باید کجا قرار بگیره؟ محور ایگرگا کجا قرار میگیره؟ بدو بدو بدو. آفرین. بین اولین عددی که مثبته با اولین عددی که منفیه. آباری کلا. اینم محور ایگرگا و تمام. اینم محور ایگرگا و تمام. میبینید چقدر قشنگ رسم شد؟ میبینید چقدر دقیقه، چقدر خوبه؟ به موکی بره فهمیدی من خیالم راحت راحت بشه. خب آباری کلا بچه ها بیاییم اینجا یه چیزی میخوام بهت یاد بدم، همه حواسا پیش من، آخرش من بحثم اونجا بگم، یه چیز طلایی بهت یاد بدم. آقا چه چیزی؟ کامل حواس پیش منو یه جمله طلایی بگم. آقا چی؟ اینجا رو ببین، حواست پیش من. بچه ها بعضی موقع توی سوالا از ما مقایسه کردن میخوان. میخوام یه سوال کنکور 98 خارج رو هم برات حل کنم. بچه ها بعضی موقع تو سوالا از ما مقایسه کردن میخوان. آقا عزیزی یعنی چی مقایسه کردن؟ اینجا رو داشته باش. اینها میگن سینوس 70 درجه بزرگتر یا 170 درجه، سینوس 2 بزرگتر یا سینوس 3، کوسینوس 4 بزرگتر یا 5. حواست باشه اینایی که بالاش علامت درجه داره خب معلومه درجه است.
ولی بچه این پایینی ها علامت درجه بالاشون نداره، یعنی اینا رادیانن. تمرین کتابتون سوال کنکورم بوده. برای جمله رو گوش کن، برای مقایسه کردن، برای مقایسه کردن این کاری که من میگم انجام میدی. آقا چی؟ بچه ها سوال دارم ازتون. قبول دارید، اینجا رو نگاه کن، قبول دارید آقای عزیزی امروز به ما یاد داده که هر تاق میشه پی؟ میگیم بله. حالا بچه ها عدد پی تو ریاضی دوتا معنی داره. اگر بخواید به دید درجه بهش نگاه کنی، پی میشه 180 درجه. اگر بخواید به عدد پی به چش رادیان نگاه کنی، بهش میگیم 3.14. اینا همه تون میدونی. پس بچه ها عدد پی اگه بگن چند درجه است، میگی 180 درجه. اگر بگن معادل با چه عددیه تو رادیان، میگی 3.14. از هشتم هفتم ما گفتن 3.14. پس بچه ها یه سوال دارن، حالا که تاق میشه پی، نصف تاق میشه 90. اینجا پس تاق بشه پی یعنی 3.14، نصف تاق میشه نصف 3.14 یعنی 1.57. پس بچه ها قبول داری عدد پی تو درجه میشه 180، تو رادیان میشه 3.14. پس اگر نصفش کنیم تو درجه میشه 90، تو رادیان میشه 1.57. تا اینجا اوکی؟ تا اینجا اوکی؟ بله بله. خب بیا اینجا، بیا اینجا نگاه کن چقدر جذابه. بچه ها میگه اینا رو با هم مقایسه کنیم. خب بریم مقایسه کنیم، بریم مقایسه. تو مثال الان متوجه میشید بچه ها مقایسه رو برای کی انجام داره؟ برای سینوس یا کوسینوس؟ بود ببینم مقایسه رو برای کی انجام داده؟ الان تو مثال توضیح میدم. سینوس، سری میای نمودار سینوس رو اینجا میکشی. نگاه کن تو مثال الان یاد میگیری خانم، الان تو مثال یاد میگیری. نمودار سینوس رو میکشیم، شیش تنگ حواس پیشنن. بچه ها سوال نصف تاق چند بود؟ نصف تاق چند بود؟ بودو نصف تاق. آها پی دوم، آفرین پی دوم. حالا سوال دارم، این پی دومو باید بگیم 90 بچه ها، یا باید بگیم 3.14 تقسیم بر 2؟ باید بگیم 90 درجه، چون اینا درجن. پس بچه اینجا پی دوم میشه 90 درجه، اینجا میشه 180 درجه. حالا از شما سوال دارم، قبول دارید 70 درجه یه خورده قبل از 90؟ بله. قبول دارید 170 درجه یه خورده قبل از 180؟ یه خورده قبل از 180. به نظر شما اون میله که واسه 70 بود بلندتره یا اون که واسه 170؟ آفرین، پس این بزرگتره. مرسی مرسی، دمت گرم. حالا یکی دیگه نگاه کن بهتر بفهمی. نمودار کوسینوس رو میکشیم، نمودار کوسینوس، این نمودار کوسینوس. بچه ها نصف اینا ها دیگه، این بلندتره، چون اندازه این بلندتر از اینه، پس سینوس 70 بزرگتر از سینوس 170. حالا این یکی رو نگاه کن بچه ها، به اینجا میگیم پی دوم یعنی 90 درجه، به این وسط میگیم پی یعنی 180 درجه، اینا درجن. خب بچه ها 100 درجه اینجاست، یه خورده جلوه 90ه. 105 درجه کجاست؟ 105 درجه یه خورده جلوتره. به نظر شما میله کدوم ها بلندتره؟ بودو بینم میله کدوم ها بلندتره؟ 105. ولی بچه ها 100 بزرگتره. آقا چرا؟ چون زیر محورن، یعنی تو منفیان، تو منفیا هرچی بزرگتره کوچیکتره عزیزم. آقا چرا؟ منهای 10 بزرگتره یا منهای 2؟ منهای 2 بزرگتره. تو منفی ها هر کی بلندتر میلش عدد کوچیکتریه دیگه. متوجه شدی؟ بله آره یا نه؟ آباری کلا. آخریشو نگاه کن، آخریشو نگاه کن. خب بچه ها به من بگید تو این دوتا سوال که مقایسه خاصه، زاویه همون رادیان یا درجه؟ رادیان یا درجه؟ نرگس رو چیکار داری، خوبه یا نه؟ منو نگاه کن، رادیانن. آفرین. اینجا رو ببین، اینجا رو ببین، دیروازی دهیده تو گذاشتی الان. آه نگاه. خب بچه ها حواس پیش من، حواس اینجا. خب منو نگاه کن اینا رادیانن. بله پس وقتی رادیانن دیگه پی میشه 3.14. شیشتان یه حواس پیش من بچه ها، این نمودار سینوسه. نگاه کن بچه ها، قبول دارید اینجا بود پی، اینجا بود پی دوم، اینا قبول داری؟
بله 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 آره یا نه؟ آره یا نه؟ رفت رفت کلن. خب آفرین بیا. خب چون زاویمون رادیانه پیو میگیریم 3.14. پس بچه ها اینجا دیگه نمیشه 180، اینجا میشه 3.14. اینجا هم که نصف بشه میشه نصف 3.14. بچه ها 3.14 نصفش میشه 1.57. انگار 314 رو نصف کردیم، انگار 314 رو نصف کردیم گفتیم 157. خب آقا ما خواهد چکار کنیم؟ بچه ها قبول دارید عدد 2 از 1.57 یه خورده جلوتره، عدد 3 نزدیک 3.14. به نظر شما حالا 2 بزرگتره یا 3؟ آفرین آفرین، بله اینطوریه اینطوریه اینطوریه. خب تمام، اینم کوسینوس. از بیرون الان یه 5 دقیقه دیگه من وایسم، هفته بعد دیگه رو همینجاست. نگاه کن اینجا رو. خب بچه ها به اینجا میگیم تموم شد، به اینجا میگیم پی، به اینجا میگیم پی دوم. بچه ها این 3.14، این هم که نمودار کوسینوسه. خب بچه ها این هم که نصفشه 1.57. دوباره 1.57 دیگه میریم جلو، دوباره 1.57 دیگه میریم جلو. بچه ها گفته 4، بچه ها 4 اینجاست، بعدی گفته 5، بچه ها 5 هم که اینجاست. به نظرتون 5 که بالاه و مثبته بزرگتره یا 4؟ مرسی 5. بله بله بله. خب بچه ها بچه ها خسته نباشید، خسته نباشید. خدمت شما بگم که دمتون گرم، خیلی خوب کلاس شرکت کردین، آفرین، مرسی. مواظب خودتون باشین، انشالله خدا بخواد عمری باشه جلسه بعد میان در خدمتتونی با یه مبحث دیگه. مواظب خودتون باشین، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.